ارادتمند جانی دالر. رد پا، ترجمه جلال نعمت اللهی. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: حمید عاملی، سرگروهبان بالش، آرزو مولی بارتون، فریدون اسماعیلی، رد کالین، قاسم گلی، متصدی بار، کیومرث مبشری، دفتردار، هوشنگ خلطبری، جک بلاک، حمید منوچهری، توماس ماتیو. به کارگردانی و شرکت حیدر طارمی. گوینده حسین توصیفیان. این قلقن هاست خانم ها، آقایان. همینجا بگذارید یک اشاره داشته باشم به نوشته فرج سرکوهی در باب مصاحبه سراپا جعلی و دروغ مسعود کیمیایی. آقای کیمیایی مثل همیشه حرفای بانمکی زدند. تهیه و تنظیم از عباس تهرانی. الو، کارگاه جنگل بفهمید. جناب کلنل، سلام عرض میکنم. بله قربان، قایقی به شماره 113 در لنگرگاه متروکی که سابقا محل حمله توتون بوده وارد میشه. بله قربان، توی این قایق مقدار زیادی اموال قاچاق حمل میشه. بله، در واقع عملیات باید زیر نظر خودم اجرا بشه. اطاعت میکنم قربان. آقای کارگاه، هنوز نفس تازه نکردیم که دستور تازه میرسه. کار پلیس همینه. اتومبیل منو آماده کن، دوتا مسلسل دستی هم بردار. اطاعت میکنم. چشم. الو، اداره اجراییات پلیس. سلام جناب سروان، یک دستور فوری داریم. بنابراین در حدود 20 نفر پلیس مسلح تا نیم ساعت دیگه برای من آماده بکنید. بله بله، عملیات زیر نظر خودم اداره میشه. بله، قایقی به شماره 113 وارد یکی از لنگرگاه‌های متروک لانگ آیلند میشه و مقدار زیادی اموال قاچاق از امریکای جنوبی میاره. بله، ما باید طوری بر قاسا حمله بکنیم که فرصت فرار به اونها ندیم. روی نقشه محل عملیات 222 تعیین شده. متشکرم جناب سروان، متشکرم. آقای کارگاه، عملیات ما از چه ساعتی شروع میشه؟ به طوری که به ما خبر رسیده، قایق شماره 113 سر ساعت 10 شب داخل لنگرگاه متروک میشه. بله. افراد گوش کنید، قایق حامل قاچاق داره به ساحل نزدیک میشه. همگی سر جای خودتون آماده باشید. استتار باید خیلی ماهرانه انجام بگیره که دیده نشید. متوجه شدی یا نه؟ الو 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 الو، والش والش والش، تو با قایق توپدار پلیس با احتیاط به لنگرگاه نزدیک شو. نورافکن‌ها و چراغ‌ها همه خاموش باشن. تمام. به فرمان پلیس ایست!
الو 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 با شلیک چند تیر توپ در اطراف قایق مانع عقب نشینی کشتی قاچاقچی ها بشید. تمام. الو الو بانش آهسته خیلی با احتیاط پهلو بگیرید و یکی دو نفر رو به عنوان کسب اطلاع به داخل کشتی بفرستید. هر کس رو دیدید بازداشت کنید. اطاعت میکنم قربان. تمام. هنگامی که کشتی توپدار پلیس در کنار قایق شماره 113 پهلو گرفت، چند نفر از افراد پلیس با مسلسل‌های دستی وارد قایق قاچاقچیان شدند، اما با کمال تعجب هیچ کس رو در قایق ندیدند، چون قاچاقچی‌ها به محض اون که متوجه شده بودند که در محاصره پلیس هستند، به دستور رئیس خودشون شیرجه‌کنان خودشون رو به آب انداخته و از اون منطقه دور شده بودند و فقط کالای قاچاقی که داخل قایق بود به دست پلیس افتاد. حالا چه دستور می‌فرمایید؟ قایق قاچاقچی رو به قایق توپدار پلیس ببندید و اون رو به اسکله بکشید. بله. صندوق‌های کالای قاچاق رو در اسکله پلیس خالی بکنید و اونها رو با کامیون به اداره انتقال بدید. اطاعت می‌کنم. در ضمن چند نفری هم محض احتیاط توی لنگرگاه کشیک بدن. اگر به افرادی برخوردید و نسبت به اونها زنین شدید، اونها رو بازداشت بکنید. دیگه دستوری ندارم. با اجازه قربان. بریم. شنا خانم، این تپونچا رو توی دست من نمیبینی؟ مامور اداره پلیس، ایشون هم همکار من سرگربان بارش. بله خانم. شما حق ندارید بدون اجازه داخل خونه کسی بشید. اون کیه؟ آقای ردکالین، لطفاً از جای خودتون حرکت نکنید. من کارگاه جنیدره دفتر اداره پلیس هستم. ایشون هم دستیار من سرگربان بارش. شما حق ندارید بدون اجازه وارد منزل کسی بشید. از من چی میخواید؟ اجازه دادستان رو هم گرفتم. علاوه وقتی برای من مسلم باشه که مجرم هستید، احتیاجی به اجازه دادستان نیست.